خانم ها و آقایان سلام بر شما. من از مقابل کاخ سفید در واشنگتن با شما صحبت میکنم. اینجا پایتخت آمریکا است. شاید پایتخت بعضی دیگر از کشورهای خودفروش دولت مردان آن. بر صورت در این شهر و در این مملکت هزاران ایرانی هستند که به اجبار در اینجا زندگی میکنند و در غربت هستند. یکی از آن ایرانیان شاهزاده رضا پهلوی است که به اتفاق خانواده خود در این شهر زندگی می کند. چندی پیش با ایشان گفتگوی ویژه‌ای داشتم که بسیار مورد توجه و پسند شما قرار گرفت و در این هفته به علت تحولات اوضاع سیاسی و اقتصادی که در ایران به چشم می خورد به گفتگوی ویژه‌ای با ایشان ترتیب دادیم که از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه کنید. گفتگو با شاهزاده. یتی دست داد تا در کنار شما باشم. خیلی خوشحالم که با شما رو ببینم. سپاسگزار از شما. سوالات بسیاری از شما دارم، به خصوص در طول چند سال گذشته که تحولات سیاسی در دنیا بسیار به چشم میخوره، به خصوص در کشور عزیز ما ایران. سوالم رو با شما از اینجا آغاز میکنم. با وجود اینکه امروز اوضاع اقتصادی ایران بهتر بگم در حال رکود هست و یک حالت ورشکستگی پیدا کرده، نظر شما در این رابطه چی هست و آیا فکر میکنید که حکومت جمهوری اسلامی بتونه تداومی داشته باشه برای خودکامی خودش در آینده یا خیر؟ مسئله اقتصاد از یک سو مسئله است که برای هر ملتی بسیار مهم هست و شاید میشه گفت عامل تعیین کننده خیلی مسائل سیاسی، چیزی است که باعث یک تحرک و یک حرکتی خواهد شد. از سوی دیگر مشکلاتی که حکومت اون زمان داره با حل مسائل اقتصادی طبعا جزء مسائل عمده هست. در ارتباط با ایران، رابطه ایران با بقیه دنیا فقط تحت یک شرایط خاصی امکان رو خواهد داد که چه در زمینه سرمایه گذاری، چه در زمینه پرداخت قرض، چه در زمینه فرض بکنید تجدید یه مقدار قرض‌های دراز مدت یا مشکلاتی که دیدیم این مدت خب نظام داشته، بستگی به این داره که به چه شکلی این رابطه برقرار بشه. مسئله تروریسم، مسئله ضدیت، مسئله‌ای که خب سالها نظام جمهوری اسلامی به حال سمبل اون بوده، باعث این دوری و کنارگیری شده و از طرف دیگر نحوه اداره مسائل مملکت طوری بوده که طبعا کمک کرده به اینکه این وضع تأسف بار اقتصادی به وجود بیاد و خیلی از نهادهایی که میتونستن دست کم به ایران یک کمکی از نظر مالی برسونن، خب این رو تحت این شرایط نمیتونستن انجام بدن و تمام این چیزا قد داده به وضعیتی که در حالت حاضر میبینیم. باری در ارتباط با مسئله اقتصادی، تنها راه این که ایران از این هچل در بیاد این هستش که یک، از نظر مدیریت به صورت صحیح این مسئله انجام بشه که اون هم با بودن این بنیادها و خیلی گرفتاری دیگه‌ای که از قدیم به ارث بردن حاکمین روز، مسئله رو ساده نکرده، و از سوی دیگر طبیعی است که در مملکت بایستی سرمایه گیر بیاد. فقط پول نفت نخواهد بود که مملکت ما را حفظ خواهد کرد. حتی در بهترین شرایط موجود، حتی اگه نفت و بشکه 6 دلار بخوان بفروشن، حتی اگه بخوان پیش فروش بکنن، باز کسری بودجه هست و این تازه روی این درآمد هست. بایستی تو مملکت سرمایه گذاری بشه، بایستی تو مملکت پول ریخته بشه و طبیعی است که تحت این شرایط کسی این کار رو نخواهد کرد. و بنابراین مدام اینکه این وضعیت وجود داشته باشه، من نمی‌بینم که وضعیت اقتصادی به همین سادگی‌ها قابل حل بشه. بگذاریم از رکود اقتصادی، بگذاریم از ارزش پول ایران امروز و اصولاً جمعیت ما که روز به روز داره اضافه‌تر میشه. نسبت به سال 77، 2-3 سال قبل از انقلاب، با امروز ایران فکر می‌کنید ایران چند سال به عقب برگشته یا پیشرفتی کرده؟ اصطلاح opportunity cost که بهش میگن، من نمیدونم فارسیش چی میشه، ولی شاید میشه گفت یک فرصتی که از یک سو آدم از دست میده در پیشرفت و از اون ور نتیجه رکود رو با هم جمع بزنید نتیجه کاملش میشه. متاسفانه هر سالی که میگذره تقریبا میشه گفت به شکل تصاعدی واقعا ما رو عقب میبره به جای که همراه با بقیه دنیا پیش بریم.
و به نظر من این وسط مسئله اینقدر این نیست که مملکت ما غنی نباشه از نظر سرمایه، از نظر معادن، از نظر خیلی مسئله دیگه، گاز، نفت به اندازه کافی برای سالها هست. اما طبعا وقتی که جامعه ما در خود امور دست نداشته باشه، وقتی که شما صحبت از یک کشوری میکنید که امروز نصف جمعیتش زیر سن 20 سال هست، یعنی شما دست کم 35 میلیون نفر جمعیت دارید که زمانی که خمینی به تهران رسید در سال 1357 اصلا به دنیا نیامده بود. خب این نیرو، این به اصطلاح نسل، نسلیست که بایستی تو این برنامه ها شرکت داشته باشه، نسلیست که بایستی این مسئولیت رو به دست خودش بگیره، نسلیست که الان هیچ آینده رو جلو خودش نمیبینه، نسلیست که اونطور که باید شاید تحصیلات و تعلیمات رو به بهترین شکل نگرفته، در موقعیت بد اقتصادی قرار داره، هزار یک جور گرفتاری داره. خب با بودن چنین وضعیتی طبعا مقدار زیادی ما مشکل میبینیم برای اینکه جامعه بتونه اصلا از این موقعیت حرکت استفاده بکنه و در جایی که دنیای اینترنت و دنیای نمیدونم پیشرفته جهان داره پیش میره جزی از این برنامه باشه. و تنها این زمان پیش خواهد اومد که مملکت ما برگرده به اون روند که مسئله سیاسی کشور حل بشه. این نتیجه است که امروز در مملکت خیلی ها بهش رسیدن. ما مشکلمون مشکل سیاسی است نهایتاً، مسئله صرفا اقتصادی نیست، مسئله صرفا جمعیتی نیست، اجتماعی نیست، مذهبی نیست، یک راه حل نهایتا سیاسی میخواد که بهترین بازده و بهترین مشارکت مردم در کار باشه برای گردوندن مسئله یک کشور بالای 70 میلیون نفر جمعیت که اگه با این روند پیش بریم تا کمتر از 11 سال دیگه به 100 میلیون خواهد رسید. و همچین مملکتی رو با این وضعیت اداره کردن یه کار بسیار بسیار مشکل هست. حتی 20 سال پیش رو نگاه کنید، قبل از این انقلاب، با وجود که جمعیت مملکت ما نصف بود و از نظر تکنوکراسی، از نظر اقتصادی، از نظر خیلی مسائل در روند پیشرفت داشتیم، مسئله یکی دوتا نبود، بسیار مشکلات دیگه بود. وای به حال وضعیت کنونی. و موقعیت رو از دست دادن فقط میتونه بیشتر لطمه بزنه به برگشتن به این وقت از دست رفته. به هر حال این یک نگرانی واقعی است که باید همگی داشته باشیم و فقط میشه اظهار تأسف کرد که تا به حال ما روندی ندیدیم که معکوس وضعیتی که وجود داره الان روند رو تغییر بده. و امیدوار هستم که دست کم اگر کسانی مثل آقای خاتمی تلاش در این دارند که مسئله رو کمتر کم کم ببرند در زمینه‌های سیاسی کار، این شاید زمینه رو ایجاد بکنه به اینکه مردم بیشتر و بیشتر بتونن تو کار دست پیدا کنن. من کاری به جمهوری اسلامی وسط ندارم، من صحبت از یک روندی میکنم که مردم ایران به تدریج برگردن تو صحنه‌ای که ازشون گرفته شد و این مشارکت به نظر من شرط اساسی است برای اینکه ما یک راه حل نهایی پیدا بکنیم. آیا فکر نمی‌کنید این نیاز لااقل به یک کودتای خزانه؟ آیا فکر نمی کنید این نیاز لااقل به یک کودتای خزنده داره؟ ببینید کودتا رو به مفهوم کلاسیکش معمولا شما یک برخورد تلقی می کنید، یعنی در یک موقعیت خیلی کوتاهی یک اتفاق بسیار شدید رادیکالی می افته که یک وضعیت موجود رو به کلی تغییر میده و به یک موقعیت دیگری می رسیم. اگر در ابتدای این وضعیت، یعنی از زمانی که انقلاب رخ داد و اصولا اپوزیسیون به این نظام در فکر فرض بکنید براندازی بود یا در فکر فرض بکنید قیام بود یا در فکر مبارزه مسلحانه بود یا در فکر یک رابطه خصومت‌آمیز و برخوردی بود، من فکر کنم که پس از گذشت این سالها بیشتر و بیشتر ما از مرحله انقلاب گذشتیم به مسئله تحول باستی نگاه بکنیم، یک تحول مستمر دائمی که برسونه ما رو نهایتاً به یک افق جدید از نظر وضعیت سیاسی. به تدریج مسائل باست باز بشه. یعنی اینطور که میفرمایید به هیچ عنوان نمیشه دیگر انقلابی مثل انقلاب سال 79 با حضور توپ و تانگ و کشتار و چیزایی حوادثی که به چشم دیده شد، من اعتقاد به ندارم. ببینید من فکر کنم ما میتونیم بدون خونریزی، بدون درگیری، در یه راه حلی که به تدریج خود این نظام به این نتیجه برسه که در مقابل مردم ایستادگی کردن، نهایتاً
هیچ راه علاجی نخواهد بود. مردم مملکت اگر زمانی در یک جهتی در یک روندی افتادن، یا اگر یک گروه اقلیتی به بهانه مذهب یک کاری کرد، این وسط نه مذهب منفعت برد نه مملکت منفعت برد، و اگر مقصود اصلی حتی از دید کسانی که از نظر سیاسی به هر دلیلی با نظام پیشین مخالفت داشتن، هدفی داشتن برای بهتر کردن وضع مردم از نظر سیاسی، هیچ کدوم از این نتایج ما نگرفتیم. حالا ما داریم آینده ای رو صحبت میکنیم که میخوایم در آن واحد آزادی برای مردم باشه، پیشرفت باشه، امنیت باشه، همزیستی اجتماعی سیاسی باشه، تبعیض نباشه، برابری در مقابل قانون باشه، حکومت قانون باشه، جامعه مدنی باشه، مذهب به جای خود محفوظ باشه، اقلیت‌ها حقوقشون به جای خود باشه، جدایی دین از حکومت باشه. وقتی که صحبت این اصول رو می‌کنید، این اصول رو یا بایستی همه با هم قبول بکنیم و این مسئله رو از با سنگر کندن و به همدیگه توپ و تانک و شلیک کردن و جنگ و دعوا، فکر نمی‌کنم به اون نتیجه خواهیم رسید. دست کم من هیچ راه حل دموکراتیکی رو ندیدم که از طریق توپ و تانک به اونجا رسیده باشن، مگر در یک شرایط خاصی، و اونم زمانی است که جمهوری اسلامی داره بهش میرسه. یعنی یا بایستی در مقابل مردم تسلیم بشن و قبول بکنن که بایستی اوضاع مملکت عوض بشه به طور کلی، نه در قالب جمهوری اسلامی، در قالب یک حکومت آزاد، یا اینکه در مقابل خاص مردم ایستادگی بکنن، خشونت به خرج بدن و سرکوبی بکنن، که در اون حال مردم دیگه چاره‌ای به غیر از قیام ندارن. اما راه اول ما راه قیام نیست، راه درگیری نیست. ما صحبت از جامعه مدنی میکنیم، ما صحبت از آزادی و دموکراسی میکنیم، ما صحبت از احترام به مذهب میکنیم بدون اینکه مذهب در کار سیاسی دخالت داشته باشه. این یه مسئله نیست که نشه از طریق انسانی و از طریق به هر حال غیر خصومت‌آمیزی نتونیم حل بکنیم. یه روندی است که تقریبا داره پیش میاد. من حتی فکر میکنم که در یه حالتیش آقای خاتمی بیشباهت به وضعیتی که آقای گورباچف در شوروی داشت در اواخر اون دوران نیست. یعنی یک نوع برخورد به واقعیاتی است، واقعیت‌هایی است که ایران نه تنها این حکومت الان باش مواجه شده، بلکه دنیا در اون مسیر داره پیش میره. حالا من فکر کنم این زمینه رو داره الان آماده میکنه برای اینکه مردم ایران بیشتر و بیشتر وارد مسائل و مباحث سیاسی بشن، ولو اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی کشور هست، ولی نهایتاً به کجا خواهد رسید؟ شما از یک طرف نمیتونید بیاید صحبت از آزادی و حکومت قانون و به اصطلاح جامعه مدنی بکنید، از اون ور لایحه تو مجلس بگذرونید که پزشک مرد باسی فقط فرض بکنید مریض مرد داشته باشه و پزشک زن باسی مثلا، اینکه نشد که، جور در نمیاد با اون اصول. ایران نقش بسته است. رضا پهلوی تلاش می‌کند تا نام خود را در برگ جدیدی از تاریخ آینده ایران ثبت نماید. به این صورت راهی که امروز ملت ایران داره طی می‌کنه، در آینده نه چندان دور می‌تونه به حق و دموکراسی که به دنبالش بوده دست پیدا کنه. آنچه که برای من عامل ملموس این داستان هست، حضور در صحنه هست، حضور در صحنه یک نیروی جدید هست. صحبت جوونا رو می‌کردیم. امروز شما مشاهده می‌کنید که در خیلی مسائلی که اخیراً در ایران اتفاق افتاد، از موضوع شهردار تهران گرفته تا انتخابات خود رئیس جمهور فعلی، یک نسل جدید در اصل در کار بوده. اول اونایی که بهش رأی دادن، البته به نظر من این بیشتر یه رأی ضد نظام بوده تا الزامن رأی به نفع آقای خاتمی، ولی لااقل آقای خاتمی وسط یه صحبتی در ارتباط با جوانان و زنان و حقوق بیشتری کرده بود. این نشوندنه هستش که الان مردم تو کار هستن. ببینید خمینی وقتی که درگذشت و آقای رفسنجانی وارد صحنه شد، اونم بعد از یک زمان جنگ که خب مملکت همچنان در درگیری بود و یک دشمن خارجی بود و خیلی بهانه های دیگر رو نظام توس بیاره، وارد صحنه شد و یک وعده وعیدهایی هم داد. مردم هم در اون لحظه مدت طولانی یک شانسی به آقای رفسنجانی داده بودن که بیاد یه چیز رو نشون بده. یه 4 سالی گذشت،
انتخابات دوم شد. مردم مملکت دیگه حوصله این حرفا رو نداشتن، گفتن چه فرق میکنه ما چه رأی بدیم چه رأی ندیم، به هر حال آقا انتخاب میشه، اصلا چرا؟ بایکات کردن انتخابات رو. اما این بار که آقای خاتمی اومد تو صحنه، این مردم همون مردمی نبودن که 4 سال قبلش گفتن که چه فایده‌ای داره. گفتن نه، اگه ما مسئله رو به دست خودمون نگیریم، اون وقته که آب از آب تکون نخواهد خورد. اومدن تو صحنه و از خودشون مایه گذاشتن و یک عکس‌العمل پویایی نشون دادن با اون انتخابات. الان هم کسانی که جونشون رو به دستشون گرفتن و دارن مقابله میکنن و راجع به همین مسئله که با شما صحبت کردن، راجع به جامعه مدنی، راجع به مشکلات سیاسی که در واقع هست و تضادشون با ارکان جمهوری اسلامی که در تضاد هست با پرنسیپ های آزادی و دموکراسی و با اینها درگیر هستن، همین جوان ها مؤثرینی هستن که در خیلی ممالک دیگه هم دیدیم در رأس و در اولین صف هر نوع مبارزه سیاسی بودن در مقابل حکومت های توتالیتر و یا دیکتاتوری که در دهه های اخیر برحال وضعیت تبدیل شد و امروز به جوامع نسبتاً آزادتر و دموکراتیک تری رسیدن. این وضعیت الان در تهران، در اصفهان، در شیراز هست. این یک پدیده جدیدی است که 2 سال پیش نبود، 5 سال پیش نبود. این یک نسلی است که امروز اومده و کار رو به دست خودش گرفته. ما کافی است که بیایم و از این نسل حمایت بکنیم. ما کافی است که بیایم و به این نسل منتهای کمک رو بکنیم که این حق خودش رو باز پس بگیره. نه با کشتار، نه با انتقام، نه با خونریزی. آیا این نسل آشنایی با شما داره؟ با مانیفیستای شما، با هدفهای شما؟ ببینید، من فکر میکنم که طبعا در موقعیتی ما نبودیم که بتونیم به آسونی با مردم در تماس باشیم. زمانی بود که این حکومت خب همه کار کرد که اطلاعات رو سانسور بکنه از نظر رسیدن این اطلاعات به داخل. این اواخر موقعیت یک ذره راحت تر شد برای تماس گرفتن و یا سهولت تماس گرفتن ایرانیانی که در داخل ایران هستن با بقیه دنیا. از این طریق اطلاعات بیشتری به دستشون میرسه و از این راه هم هستش که بیشتر راجع به همه چیز، من جمله شخصی مثل خودم و نظراتی که دارم، بیشتر اطلاع پیدا میکنم. و خب همطور که شما ممکنه دیده باشید و میدونید، من همیشه سعی کردم در هر موقعیتی که پیش میاد به نحوی بتونم با همیهنانم یه تماسی داشته باشم که دست کم بدونن که این بیرون ما چی فکر میکنیم، چه چیز رو برای مملکت میخوایم، چه میگوییم و به چه شکلی راه حل ارائه میدیم. من خاطرم میاد همین چند وقت پیش با چند نفر که معرف همون نسل هستن، مشخص تر از این نمیگم برای اینکه براشون نمیخوام ایجاد خطر بشه، ولی با اینها صحبت داشتم و میگفتن که ما کم و بیش راجع به شما شنیدیم، ما کم و بیش حرفای شما رو از دور به ما گفتن راجع به آزادی و راجع به نظراتی که به دموکراسی ندارین. اما چیزی که برای من جالب بود این بود که اشاره کرد به اینکه ما بیشتر میخوایم خودتو بشناسیم، ما بیشتر میخوایم از خودت بشنویم، چون این جوانایی که اینجا هستن خب یه چیزایی شنیدن ولی مهم براشونه که ببینن اصلا خودت چی میگی، چون تمام این اصول رو خب همه قبول داریم، چقدر هم خوب که تو هم به این مسائل اعتقاد داری، اما کی هستی ما بگو، بذار همدیگه رو بهتر بشناسیم. این برای من خیلی جالب بود، برای اینکه خب این رو من توقع داشتم نسل گذشته و به خصوص ایرانیان برون مرزی بیشتر همچین حرفی رو بزنن، ولی این رو همین جوان 15-16 ساله که اصلا به دنیا نیامده بود زمان انقلاب، تا اصلا توقعی ندارم ازش که همچین انتظار داشته باشه، همچین حرفی رو زده. خب این مسئله من نیستم، مسئله این هستش که معنی این حرفش این هستش که من میخوام فهمیده یک تصمیم بگیرم، من میخوام دانسته سرنوشت خودم رو به دست بگیرم، یک کسی رو بشناسم، دقیقا آگاهی کامل مفهومش باشم. اینه و این خیلی مهمه. این فرد ایرانی امروز، جوان ایرانی امروز از هر لحظه‌ای در تاریخ مملکتمون سیاسی تر شده. شما به بیرون نگاه نکنید، شما به این نسل نگاه کنید. اینه که به من این امیدواری رو میده که ما میتونیم از یک طریق انسانی و به اصطلاح متمدن و بدون درگیری یا یک تحول تدریجی سیاسی پیش بریم. این به من امید میده، نه یه آدم که کورکورانه عکس کسی رو تو ماه میبینن بعد میرن الله اکبر. فرقش اینجاست، امروز میبینیم که کشور آمریکا
چون که میدونید دولت آمریکا با جمهوری اسلامی مخالفت شدیدی داره، با تحریم اقتصادی که داره و تهدیدهایی که برای کشورهای اروپایی داره، برای روابط اقتصادی که میخوان با ایران داشته باشن. به چه دلیل دولت آمریکا امروز نمیاد مستقیما از شخصی مثل شما که میتونم بگم تنها رهبر اپوزیسیون محبوبی هست که وجود داره حمایت بکنه و این رو عنوان بکنه؟ به چه دلیل هست که همیشه در این رابطه سکوت اعلام کرده؟ به نظر من اولا راهش این نیست، برای اینکه ممکنه یک نفری مثل من معرفی یک آلترناتیو یا یک برنامه یا یک بها صدایی باشه، همطور که شاید میشه گفت به صورت نوعی مثلا سیهانوک در کامبوج بود یا مندلا در افریقای جنوبی بود یا یک کسی مثل واکلاف هاول یا دیگری جلو افتاد. اما فرض رو من روی این میگذارم که این اطلاعات بیشتر به دست دنیا برسه، که مردم دنیا بیشتر متوجه این بشن که این تحولات الان در ایران به شکل واقعی داره پیش میره. صحنه هایی که از ایران میگیرن فقط مصادف با اینکه در روز 22 بهمن فرض بکنید دوربین های سی ان ان بیان و یک صحنه ای از میدان شهیاد رو نشون بدن که مردم توش جمع شدن و فرض کنید آقای خاتمی رفته اون بالا داره نطق میکنه، فقط در اون روز نیست که دنیا به فکر ایران بیفته. یا اگر آقای فروهر و خانومش رو به اون وضع فجیع میگیرن میکشن، نیویورک تایمز فقط دو خط در راجبش ننویسه، بلکه یک هیاهوی به وجود بیاد، یک انرژی به وجود بیاد. و اگر این چنین اتفاقاتی میفته، اپوزیسیون ایران به خصوص اپوزیسیون خارج از مرز به جایی که از صبح تا شب با همدیگه جنگ و دعوا بکنن و مسائل شخصیشون رو بخوان به رخ بکشن و همون مسائل مسلکی 40 سال پیششون رو بخوان همچنان مثل یک مشت چمدون و از قبل بار اضافی دنبال خودشون بکشونن، به این شکل مطرح کنن، خب طبیعی است که دنیا اهمیتی به اون شکل به جدیت و از نظر باورپذیری به اینکه اوضاع ایران در حال تغییر هست بیشتر به این توجه بکنن. اون واقعا باید گفت گرفتاری ما مردم هست، مردم اون کشور. ما چه باید بکنیم که از یک سو این وضعیت به صورت ملموسی به وجود بیاد، دنیا واقعا متوجه این تغییرات بشه؟ چون اگر بشه من شکی ندارم که وضعیت به کلی عوض خواهد شد و ما از این حالت درجایی خارج خواهیم شد. اما آیا واقعا این کارو کردیم؟ این اولین سوالی است که از بکنیم. وگرنه بالاخره اونایی که تو امریکا زندگی کردن یا اونهایی که تو فرانسه زندگی کردن یا اونهایی که تو آلمان زندگی کردن، بگذاریم از اینکه هر کشوری بالاخره منافع ملی خودشو باز در نظر بگیره، اما نمیشه گفت که در این کشورها ملت این کشورهای متمدن و آزاد که مشاعر و مفاهیمی چون دموکراسی و حقوق بشر رو میپذیرن و قبول دارن به کلی بی‌اعتنا و بی‌توجه باشن به مسئله مثل ایران. نه، انسان‌هایی هستن که اگه بدونن واقعا چه خبره اکثرا من نشون خواهند داد. شما وقتی صحبت از امریکا رو میکنید، امریکای سناتور رو نمیگم، که تازه اونم معلوم نیست تا چه حدی معلومات نسبت به ایران داره که متاسفانه خیلی سطحی است در اغلب اوقات. اصلا آدم عادی تو خیابون اگه بهش بگین ایران، فکر کنید کدوم صحنه جلو چشمشه؟ دانشجوهایی که امروز در مقابل این نظام وایستادن یا دانشجوهایی که رفتن و امریکایی‌ها رو در سفارتشون گرفتن 20 سال پیش، کدوم صحنه رو فکر کنین امروز از ایران دارن؟ خب تا موقعی که همچین تصویر رو دارن، گرفتاری ما همچنان پا برجاست. ما بایستی میگم آنچه که مسلم است دنیای سیاست امروز نشان می‌دهد که قبل از اینکه خود رهبر رهبری یک مملکت رو به عهده داشته باشه، بلکه این ملت هستند که باید در اوضاع آن دخالت مستقیم داشته باشند. این ملت‌ها هستند که می‌توانند سرنوشت کشور خودشون رو تعیین کنند. بر تقدیر از شما دعوت می‌کنم در برنامه امشب تلویزیون میدنایت شو به دیگر بخش‌های گفتگوی من با شاهزاده رضا پهلوی توجه کنید. من از شما جوانان و نوجوانان که آینده ایران متعلق به شماست می‌خواهم تا میهنمان را به خون و آتش نکشید. من از همه شما هموطنان عزیزم می‌خواهم تا به ایران فکر کنیم. همه به ایران فکر می‌کنیم. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. متحد باشید، متحد موفق خواهید شد. خدا سوگند موفق خواهید شد. متحد باشید. امروزه بسیاری از ایرانیانی که در اینجا زندگی میکنن تا اندازه‌ای با حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه آشنا شدن. سوالی که از شما دارم این است که میشه بگید شاه فقید در طول دوران حکومت خودشون بیشتر روابطی که با دولت آمریکا داشتن با احزاب با حزب جمهوری‌خواه بوده یا با دموکرات؟ ببینید من اطلاع خاصی در این مورد به اون شکل ندارم، چون شما میدونید که کشور ما انقدر ارتباطات مختلف داشت و در مورد امریکا واقعا این رو باسی از کارگردانان و سیاستمداران زمان ایران پرسید که رابطه به خصوص با فرض کنید امریکا به چه شکلی بود. ما در خیلی از زمینه‌ها با امریکا کار داشتیم که در بُعد سیاسیش مسئله حزب جمهوری خواه یا حزب دموکرات نبود، مسئله رابطه دولت امریکا با دولت ایران بود و در هر زمانی دولت امریکا هم جناح به اصطلاح دموکرات توش بود هم جناح جمهوری خواه. البته فکر کنم در اون دوران خاص اصولا به این شکل تعبیر میشه و به این شکل عنوان میشه که معمولا جناح فرض بکنید جمهوری خواه بیشتر به سمت نظام نشین همکاری نشان میداد تا فرض بکنید جناح دموکرات. تا چه حدی این صحت داره من نمیدونم، حالا تصادف روزگار بود، شاید که مسئله فرض کنید در زمان کندی نمیخوام برگردم تا اون زمان یا در کارتر، خب اونا بحث‌های دیگری است. اون فکر نمی‌کنم فقط به خاطر نوع فرض کنید حزب سرکار در امریکا بوده، چرا که اگه این حرف درسته در زمان میتران نبود، در زمان ژیسکار دستان ریپابلیکن به اصطلاح محافظه‌کار فرانسه بود که آقای خمینی در نوفلوشاتو بود، یا فرض بکنید هلموت شمید. و خب اینو نمیشه ربط مستقیم داد مسئله فرض کنید لیبرال تر بودن یا محافظه‌کارانه تر بودن دولت زمان. در اون زمان من فکر کنم دولت امریکا تا اونجا که من یادم میاد هر دو حزب فعالانه به مسئله ایران نگاه میکردن، روابطی که خود شاه فقید داشتن اونو من واقعا دقیقا بهتون اطلاع خاصی ندارم که بتونم. خود شما چطور شاهزاده سپهلوی؟ من اصولا ببینید توی این مملکت الان چند وقت زندگی میکنم به صورت دائمی تر از سال 84، یعنی تقریبا میشه گفتش که یه 15 سالی هست که فقط توی این مملکت زندگی کردم. میتونم مدعی باشم که تا حدی یه مقدار سر از مسائل این کشور در آوردم. قضیه مانیکا رو هنوز حل نکردم برای خودم، ولی اصولا بیشتر مسائلش رو متوجه هستم. مسئله سیاست خارجی این کشور بایستی در قالب یک مسئله بایپارتیزن همیشه حل بشه. بایپارتیزن به مفهوم هر دو حزبه، یعنی جبهه‌گیری نباید کرد. من اینو از این لحاظ بهتون میگم که حدود 7-8-10 سال پیش بود، شاید هم بیشتر، انقدر زمان زود میگذره آدم بهش میره، و اتفاقا فکر میکنم در کالیفرنیا بودم و چند نفر از ایرانیانی که خب تا اون موقع سیتیزن امریکا شده بودن و به عنوان ایرانیان امریکن به اصطلاح در صحنه بودن و میخواستن خیلی هم به جا وارد فعالیت‌های سیاسی در قالب سیستم‌های سیاسی این کشور بشن، که من خیلی مسئله تشویق کردم، گفتم بسیار خوب، خیلی مهمه که جامعه ایرانی حالا که در صورت به ناچار اینجا هستیم و حالا اومدین اینجا جا افتادید و حتی سیتیزن این کشور شدید، خب مسئله ایران رو به چه شکلی میتونیم پیش ببریم و توجه سیاستمداران این کشور رو جلب بکنیم که از نظر سیاسی اهمیت بدن به اصول جامعه ایرانی. خیلی بیشتر مؤثر خواهد بود که شما یک رای دهنده باشید به فلان سناتور تا اینکه خودتون رو با زنجیر جلوی فرض کنید کاخ سفید ببندین، اونم به جای خود محفوظ و در زمان خودش حائز اهمیت بود، ولی آخر روز که میرسید خب یه دو خطی تو روزنامه میخوندن و اهمیت نمیدادن، ولی اگه بدونن که کورسشون بستگی به این رای داره یه جور دیگه فکر میکنن. بعد اینکه پرسید خیلی خوب ولی
ما میخواییم حتما وارد مثلا ریپابلیکن پارتی بشیم. گفتم دلیل این حرفتون چیه؟ گفتم برای اینکه اصولا ریپابلیکن ها با ما بهتر بودن. گفتم به هر حال در آینده مملکت ما اگه فقط زمانی بخوایم یه رابطه با این کشور داشته باشیم که حتما یه حزب خاصی سر و کار باشه، کلامون پس معرکه است. ما بایستی در هر دو جناح فکر بکنیم. شما اصولا اگه شخصا اعتقاد داری به یک ایده لیبرال تری، خب برو عضو حزب دموکرات بشو. چرا فقط فکر میکنی که از طریق ریپابلیکن؟ اونم تازه چون گذشت اینطور باشه دلیل بر این نیست که آینده اینطور باشه. خودمونیم. مگه در زمان ریگن نبود و حتی در زمان جورج بوش نبود که وضعیت همچنان حفظ شد؟ قضیه ایران گیت در زمان کارتر نبود که اتفاق افتاد، در زمان یک حکومت ریپابلیکن پیش اومد. اصولا دموکرات ها بیشتر خواهان تغییر هستند تا وضعیت حال، در صورتی که ریپابلیکن ها بیشتر به فکر وضعیت در جای و حال هستند تا تغییر هر نوع وضعیتی. کلا اگه به مسئله نگاه بکنیم، که طرف هم تعجب کرد گفتش که اینجوری من به مسئله نگاه نکرده بودم. گفتم شما یاد کارتر میفتین، ولی الان از زمانی که انقلاب در ایران رخ داد و کارتر انتخابات رو باخت و ریگن انتخاب شد، کدوم رئیس جمهور بود که برای بار اول رفت تا حدی که دولت مملکتش رو در حمایت از یک برنامه، فرض کنید، تحریم اقتصادی نسبت به یک کشوری اون سیاست رو ادا بکنه؟ مگه در زمان همین کلینتون نیست؟ مگه کلینتون دموکرات نیست؟ پس اگر کلن بخوام به سوال شما جواب بدم، فلسفه من یه فلسفه بایپارتیزن هست توی مملکت. من کاری به این که طرف ریپابلیکن هست یا دموکرات هست نیست. من فکر کنم که هر امریکایی که در زمینه سیاست کشورش میتونه مؤثر باشه، در رابطه با دولت مردانش و سیاستگزارانش، هر دو جناح رو باید نسبت به مسئله مملکت متوجه کرد. ما نمیتونیم بر اساس آنچی که قبلا بوده فکر بکنیم یا فرض بگیریم. ممکنه تصادفی بوده. حتی اگر یه حالت خاصی داشته، دلیل بر این نیست که آینده همینطور باشه. ما بسی کل جهان رو. شما گویا در مراسم تدوین پادشاه اردن ملک حسین شرکت داشتید، درسته؟ بله. اون چیزی که ما شاهد بودیم زمانی که ملک حسین دار فانی رو وداع گفت، ملت اردن برای او گریستن، برای پادشاهشون. آن چیزی که ما در سال 1980 دیدیم صحنه دیگری بود. از دید شما، نه به عنوان یک فرزند، به عنوان یک ایرانی، چه عواملی رو باعث چنین فرقی بین درگذشت شاه فقید در غربت و درگذشت ملک حسین پادشاه اردن در مملکت خودش دیدید؟ در این ارتباط فکر میکنم که مسئله این بود که در اون زمانی که پدرم از ایران خارج شدن و اون بحبوحه انقلاب بود و به طور کلی اصلا یک وضعیت دیگری بود، اصلا تبلیغات زمان و مسائلی که بود، امکان این رو در اون لحظه نداد به اینکه مردم بتونن این آگاهی رو داشته باشن. اما امروز که به مسئله نگاه میکنن، به خاطر خود اون مملکت، میگم به خاطر پدرم نیست، پدر من واقعا مهم اینه که مردم به این وضع خاطره داشته باشن که سعی خودش رو برای اون مملکت کرد، یه چیزایی هم از خودش باقی گذاشتن اونجا. مهم برای منی که فرزندشم این هست، وگرنه ما که مسائل شخصی نداریم این وسط که بخوایم در نظر بگیریم یا جنبه عاطفی بهش بدیم. سربازی بود برای مملکتش، مثل خیلی های دیگه که برای اون مملکت خدمت کردن. ما بس نتیجه کار رو ببینیم و فکر میکنم ملت ایران پس از این تجربیات به خیلی ارزش‌هایی که بهش پی نبرده بود، امروز پی برده. در ارتباط با خودشون، در ارتباط شاید با اینکه ما خودمون رو گم کرده بود، در ارتباط با اینکه خیلی مسئولیت‌ها رو باید میپذیرفتیم، در ارتباط با اینکه خیلی توقعات بیجا داشتیم، در ارتباط با اینکه خیلی خودخواهی‌ها رو به کار می‌بردیم، در ارتباط با اینکه به صورت جمعی به مسئله نگاه نمی‌کردیم، یا به خیلی مسائل دیگری که امروز بهش رسیدیم. و اگر سوال رو فقط بخواید در ارتباط با یک فرد خاص بکنید، ممکنه یک نمونه خوبی باشه، ولی فکر کنم یه بهانه است که به کل داستان نگاه بکنیم و به کل این تجربه و تحول. ملت ایران، بله گفتید ملت اردن،
ملت اردن برای پادشاه خودش گریست. درسته. پادشاهی بود که بیشتر اردن اونطوری که به عنوان کشور اردن معروف بود از زمان سقوط امپراتوری عثمانی غیر از این پادشاه، پادشاه دیگه رو نشناخته بودن به اون شکل. و خب ملک حسین واقعا برای اون کشور یک سمبولی بود که مردم کاملا آگاهی داشتن ازش و خب به همین ترتیب عکس العمل نشون دادن. اما مردم ایران اگر امروز گریه میکنن فقط به خاطر یک فرد نیست، به خاطر حال و وضع خودشون هست در کل. البته این یک تصویر خیلی منفی است، ناراحت کننده است. ما نباید این رو به عنوان یک عزا تلقی بکنیم، بلکه یک به خود آمدن و خود را از نو پیدا کردن و راه مجددی رو پیش گرفتن. ببینید خیلی ها بودن که به من این ایراد رو دائم میگیرن که آه چرا تو صحنه نیستی و وسط نیستی و جلودار نیستی و فلان و بسات. من واقعا این رو صمیمانه بهتون میگم، تا زمانی که من احساس نمی کنم که به عنوان یک ملت به اون درجه از فهم، شعور، قابلیت و تعهداتی که بایستی اخلاقاً و به عنوان مسئولیتی که هر شهروندی باید داشته باشه برای رسیدن به یک جامعه اونطوری که مدعیش هستیم، اگه این رو از خود نشون ندیم سزاوار آینده‌ای بیشتر از چیزی که الان داریم نیستیم. حقیقت این هست. اگه به اون درجه برسیم بله همه گونه ادعا میتونیم داشته باشیم و توقع میتونیم داشته باشیم، اما این دست خودمون هست که امروز این رو ثابت بکنیم. چون من دنبال یه راه حل کوتاه مدت نیستم، دنبال این هستم که اگر ایران بخواد مجدداً از خاکستر به اصطلاح در بیاد این یک تداوم داشته باشه، یک مسئله باشه که برای همیشه بمونه، سر هر اختلاف یا گرفتاری مملکت از هم نپاشه. ما یک مریضی داریم که درد رو میتونیم البته با یک مقدار والیوم دادن یا مورفین دادن درد رو ساکت بکنیم، اما درد ساکت کردن مساوی با علاج مرض نیست. من معتقد به یک سناریو مورفین دادن نیستم، من دنبال یک راه حل واقعی هستم. شده اگه 200 سال طول بکشه، چون این 200 سال ارزش اون 10,000 سال بعد رو خواهد داشت. حالا نمیدونم تمدن بشر اصلا وجود خواهد داشت اون موقع، اون دیگه غیبو نیستم. اما اصولش اگه فکر بکنید، من اینو برای مملکتم میخوام. بگن فایدهش چیه؟ باز برگردیم به همون وضع و یه کارهایی باز بشه، باز دوباره 30 سال بعد بخواین انقلاب بکنی که چی؟ بوده مگه نبوده؟ بله.